سلام، وقت همگی به خیر. خیلی خوش آمدید به یک قسمت دیگه از مجموعه برنامه های رنگین کمان ایرانی در ایران وایر. من شایا گلدوست هستم، زن ترنس و کنشگر مسائل جنسی و جنسیتی، و خیلی خوشحالم که امروز هم با هم هستیم تا در مورد یکی از مسائل و موضوعات مربوط به جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی صحبت کنیم. مهمان من امروز در برنامه دکتر آتی کاشف هست، فعال برابری فرصت‌ها در علم و تکنولوژی و فعال اجتماعی، و قرار با هم دیگه صحبت کنیم در مورد اعتراضات اخیر و لزوم همبستگی و اتحاد در اعتراضات اخیر، و بپردازیم به حضور جامعه رنگین کمانی و اینکه چقدر لازم هست که حمایت بشه از اقشار آسیب دیده و به حاشیه رانده شده در جامعه ایران. من اگر آتی کاشف عزیز همراه ما باشه به برنامه دعوتش میکنم. آتی جان سلام، حال چطوره؟ مرسی، من دارم سعی میکنم که تکنولوژی مو درست کنم. ببخشید یه کم دیرم. نه اوکیه، صدات رو ما داریم، فقط باید دوربین تو به چرخ کنی. نه ولی میخواستم که اینو وصل کنم. ببخشید یه لحظه. نه خواهش میکنم، باید نمیتونم که چرا این بس نشده به این، چون من توی آزمایشگاهم و میخوام که صدام یک لحظه، من میرم بیرون اینو بس میکنم. میخوای؟ آره عزیزم، آره نه برو بیرون و به من ریکوست بده، من دوباره عدت میکنم. تا آتی کاشف دوباره به ما جوین بشه خوبه که یه مقدار صحبت بکنیم در مورد این که این روزها وضعیت در ایران به چه شکل است، و همه ما میدونیم، از دور در جریان هستیم و پیگیری میکنیم که مردم در خیابان ها هستند و حقوق تضعیف شده یا تصاحب شده خودشون رو از حاکمیت مطالبه میکنن. اما خب متاسفانه در این شلوغی ها و در این انقلابی که در حال شکل گرفتن هست، خیلی موقع ها میبینیم که فراموش میشه گروه هایی که در اقلیت هستن، و این اقلیت میتونه به خیلی از چیزها مربوط باشه. اقلیت میتونه اقلیت مذهبی باشه، اقلیت قومی باشه، اقلیت جنسی و جنسیتی باشه، و معمولاً این گروه ها بیشتر در معرض آسیب، خشونت و تبعیض قرار می گیرن و فضای کمتری برای صحبت کردن و مطالبه کردن حقوقشون دارن، که حتما آتی کاشف عزیز بیشتر در مورد این موضوع با هم صحبت میکنه. درست شد آتی جان؟ بله. خیلی هم عالی، مرسی. مرسی که دعوت من رو قبول کردی و امروز با من هستی. قبل از اینکه شروع کنیم یک بیوگرافی کوچیک از خودت اگر به بیننده ها بدی ممنون میشم، و بعد بریم سر موضوع برنامه.
خواهش میکنم. خیلی کوتاه، من به عنوان ساینتیست یا حالا به فارسی تر پژوهشگر علمی و همکار علمی کار میکنم در دانشگاه بون در آلمان، و خب در کنارش حالا وقتهای آزاد به صورت داوطلبانه توی پروگرام ها و سازمان هایی که برای ارتقای برابری و فرصت‌های برابر در حالا چه محیط علمی و کاری که خودم دارم کار میکنم، چه به طور کلی در جامعه، ولی خب بیشتر فوکوس من در محیطی که خودم دارم توش کار میکنم هست، به طور مشخص علم و آموزش. و از این طریق هم عضو هیئت مدیره سازمان لیز مایتنر آلمان هستم و همچنین عضو حالا انجمن هایی که در دانشگاه شهر بون برای فعالیت ها سازماندهی شد. فکر کنم به طور مختصر کافی مرسی. باشه. آتی جان، میدونم تو هم به دلیل همه چیزهایی که به شغل و حرفت مربوط میشه و دغدغه های اجتماعی که خودت داری و من مدت هاست میبینم و دنبال میکنم و فعالیت ها تو در جریان هستم، اخبار این روزهای ایران و اتفاقاتی که داره در ایران میفته رو دنبال میکنی، دقیق و پیگیر هستی و حتما هم اگر کاری از دست ماهایی که خارج از کشور هستیم بر بیاد هممون انجام میدیم و حمایت میکنیم از مردمی که در ایران هستند و بعد 40 و اندی سال دارن حقوق خودشون رو مطالبه میکنن و خواهان آزادی هستند. همه ما معتقدیم و همه در رسانه‌های جهانی هم اینطور مطرح شده که این مطالبات و این خیزشی که آغاز شده خیلی متفاوت هست با خیزش‌های دیگه و جنبش‌های دیگه که در طی سال‌ها در ایران در جریان بوده. تو این بار چطور می‌بینی این خیزش و این اعتراضات رو در ایران و فکر می‌کنی آیا اون همبستگی و اتحادی که همیشه لازم بود و می‌بود رو این بار داریم بر اعتراضات یا نه؟ خیلی جالبه، من همین الان دارم از لایو مشترک دوتا از اکتیویست های ایرانی در آلمان با خانم وزیر خارجه آلمان میام بیرون و دقیقا همین سوال رو از حالا اکتیویست های ایرانی که توی لایو بودن پرسید که شما اینو چه تفاوتی بین این میبینید. حالا چرا اینو میگم؟ چون میخوام بگم که حداقل با اعتماد به نفس بیشتری میتونم نظر خودم رو بدم، چون توی اون لایف هم دقیقا اون دو نفر دیگه همین نظر رو دادن. این که دو تا چیز توی این قضیه برای ما خیلی مشخصه، یکی این که صرفا مطالبات مادی فقط نیست، درسته که همه اقتصاد ما به شدت زیر فشار، درسته که همه ناراضی هستن از وضعیت اقتصادی، ولی مثلا جنبش قبل یا اعتراضات سراسری قبلی سر مسئله بنزین در آبان دو سال گذشته، سر مسئله افزایش قیمت بنزین شروع شد و بالا گرفت و شاید بیشتر به خودش رنگ و بوی اقتصادی گرفته بود، ولی این دفعه خیلی مشخص و خیلی واضح مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق زنان و آزادی و آزادی های فرد، چه برسه از آزادی های فردی گرفته تا آزادی های اجتماعی و مسئله به طور کلی مسئله آزادی که در ایران محدود شده، از مسائل شخصی گرفته تا قوانین اجتماعی، کاملا مشخص هست توی این موضوع و یک همبستگی اگر وجود داشته باشه من فکر میکنم سر این موضوع، سر این که ما هممون معتقدیم که یک حقوق انسانی اولیه‌ای داریم و یک مطالبه‌ای برای آزادی و مشارکت در ساختار قوانین اجتماعی داریم که حالا در به طور اصطلاح بهش میگن دموکراسی، و این خیلی مشخص و واضحه توی این سری از تضاد. من همبستگی اکثریتی رو روی این میبینم، کما اینکه مطمئنم که اختلاف نظرهای خیلی زیادی بین گروه های مختلف معترض وجود داره و هر کسی
احتمالا تمرکز متفاوتی با اون گروه دیگه داره، ولی همبستگی همه رو روی این میشه دید و حتی از بیرون از دایره آتش که من ایستادم در خارج از ایران و یا سیاستمداران که دارن از بیرون جریانات رو مشاهده میکنن، این همبستگی رو روی مسئله حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی های فردی و اجتماعی دارن میبینن. من اینطوری فکر میکنم. من هم با تو موافقم و فکر می کنم اولی مسئله ای که همه روش این دفعه در این اعتراضات اتفاق نظر دارند این که دیگه حاکمیت جمهوری اسلامی رو نمیخوان. شاید تا دفعات قبل یک کم هنوز به اصلاح یک چیزا، اصلاح اقتصاد، اصلاح مثلا حقوق زنان، اصلاح یک بخشی از آزادی های فردی فکر می کردن. ولی این بار این اعتراضات از کشته شدن مهسا امینی شروع شد، ولی اینجوری که همه معترضان در ایران معتقدن، اعتراضات داره تبدیل به یک انقلاب میشه و بسیار ادامه داره و مردم در صحنه موندن و هر روز افراد بیشتری هم جوین میشن به این مردم در خیابانها و انگار هم نظر تر میشه. همونطور که تو گفتی، تو تمام یک دوران گذار سیاسی در هر جامعه ای اختلاف نظر بسیار وجود داره بین گروه های سیاسی، بین گروه های اجتماعی و اقلیت هایی که در اون جامعه هستن. اما متفق القول این دفعه همه مشکلاتشون رو و همه اتفاقاتی که در ایران داره میفته رو منشأ و اون مبدأش حاکمیت میدونن. به همین دلیل متفق القول هستن که ما این رژیم و این حاکمیت رو نمیخوان. با وجودی که همه ما معتقدیم اتحاد وجود داره، اما میخوام از تو بپرسم که چقدر فکر میکنی از لحاظ دیدگاهی که تو به مسائل سیاسی و اجتماعی داری، چقدر فکر میکنی برای اینکه یک جنبش، یک خیزش، یک انقلاب به ثمر برسه، نیازه که همه گروه ها در یک جامعه با هم هم نظر باشن و با وجود همه اختلافاتی که دارن یک هدف مشترک رو دنبال کنن؟ این چقدر لازمه به ثمر رسیدن اون هدف خواهد بود در ایران؟ و بعد یک سوال دیگه میخوام ازت بپرسم که فکر میکنم خیلی در این جنبش و خیزش ما ایرانی اهمیت داره. اینکه چقدر هدف مشترک مهمه برای موفقیت، خب خیلی مهمه، ولی من فکر میکنم ما خیلی نباید جز این هدف ها، همیشه یک هدف کلی بزرگتر که چشم انداز بزرگ وجود داره و بعد تقسیم میشه به زیر هدف ها، هدف های کوچکتر یا مثلا نه کوچکتر که نشد، تمرکز های متفاوت برای هر گروه. چون ما میدونیم، من همیشه این جمله رو میگم، همه گروه های مخالف رژیم جمهوری اسلامی زیر یک پرچم جا نمیشن، زیر یک عنوان جا نمیشن و زیر یک طبقه هم جا نمیشن. گروه های مختلف، اپوزیسیون های مختلف، تفکرات متفاوتی دارن، خواسته های متفاوتی دارن و به طب هدف های مختلف داشته باشن. اما بله، من فکر میکنم که حداقل یک هدف کلی مشترک باید بین همه این گروه ها وجود داشته باشه، که بازم امیدوارم که اون آزادی و دموکراسی باشه، چون آزادی و دموکراسی به اون معنای واقعی که در دنیای امروز، در دنیای مدرن میشناسیم، به معنای اون چیزی که بلوک شرق در واقع جلو نیستن یا جمهوری اسلامی به سمت خودش اصطلاحات دیگه در آورده به عنوان حقوق بشر اسلامی، آزادی اسلامی، نه همه چی زیر مجموعه یک سری اصطلاحات دیگه بردن و میگن بقیهش مال غرب، در حالی که این یک چرت و پرته. در واقع اون چیزی که ما در دنیای مدرن به عنوان آزادی و دموکراسی میشناسیم، در این مدلش در غرب تمرین شده، صرفا به خاطر اینکه در غرب این اجازه پیدا شده که این تمرین بشه و به عمل برسه. بقیه جاهای دنیا به خاطر این هیچ وقت اجازه ندادن بشه. مثل اینه که یک کسی پاشو بشکنی، ببندی و اجازه ندی
بعدی وارد یک محدوده ای بشه و بعد بگی که آدم متفاوت بود نتونست وارد اون محدوده. نه، تو اصلا اجازه ندادی که بشر در اون کشورها برسه به اون مرحله ای که اسمش آزادی و دموکراسی هست. نه اینکه این مال غربی هست، اون مال ماست. نه، این چیزی که در غرب داره تجربه میشه یک دستاورد بشریه، یک دستاورد تاریخی و جهانیه، مثل تکامله که صرفا اونجا مردم بهش رسیدن چون که راهش باز شده و باز بوده. حالا بگذاریم از این بحث، ولی من فکر میکنم که بله، یک هدف مشترک برای امیدوارم که آزادی و دموکراسی باشه و زیر مجموعه آزادی و دموکراسی که خودش کلید توسعه هست، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه در هر بعدی که شما فکر بکنید، مجموعش لازمش آزادی دموکراسی هست. امیدوارم که سر اون به تفاهم رسن مردم و همه گروه های مخالف رژیم و این هدف مشترک باشه. دقیقاً سوال بعدی من رو که می‌خواستم ازت بپرسم بخشش رو جواب دادی، چون من می‌خواستم ازت بپرسم که معنای آزادی در دنیای امروز، دنیای متمدن امروز چیه؟ چون من فکر می‌کنم بک‌گراندی که جامعه ایران در طی سال‌ها یا شاید حتی بگیم قرن‌ها داره و مختص فقط به این حکومت که الان بر روی کار هست نیست، و بالاخص در دهه های اخیر جمهوری اسلامی با اون شستشوی مغزی، با اون تزریق اطلاعات، تزریق ایدئولوژی که همیشه داشته و از بعد از انقلاب 57 آغاز شده در مدارس، در رسانه ها، و فکر می کنم ما افرادی که در دهه 60 متولد شدیم این رو خیلی احساس کردیم و رو زندگی فردی و اجتماعیمون هم خیلی تأثیر گذاشته، باعث شده که جامعه ما امروز هم تعریفش از آزادی یکم تعریف متفاوتی باشه با اونچه که در دنیا به عنوان آزادی تعریف میشه. این رو من حس میکنم به عنوان یک زن ترنس که در جامعه ایران زندگی کردم و الان دارم در دنیای غرب زندگی میکنم. تو نمیدونم احساست با احساس من مشترک هست یا نه، یا فکر میکنی با وجود این که همه جامعه ایران دارن رسیدن برای رسیدن به اون آزادی دارن تلاش میکنن، آیا این تفاوت مفهوم آزادی رو در جامعه ایران با اون چه که مفهوم واقعی آزادی هست احساس کردی؟ و اگر بخوای این رو مقایسه کنی، ما چه باگ‌هایی داریم در تعریفمون در آزادی در جامعه ایران؟ ببین، من واقعا فکر میکنم توی این موضوع صلاحیت و تخصص ندارم که یعنی من داده ندارم. من همیشه بالا ساینتیست، همیشه دنبال دارم. من داده آماری یا یک نظرسنجی ندارم که بدونم نظر شخصی چه بخشی از مردم ایران، ولی خب خواستم اینو تاکید بکنم که منظرم احتمالاً بر اساس محدوده دایره ارتباطات خودم و اون چیزی که میبینم، ما داده آماری و نظرسنجی هنوز نداریم که بدون واقعا چند درصد مردم اون هیتر که بذار واضح بگم دیگه، که زیر من پست همین لایف میان می نویسند که اصلا حرف زدن از آزادی اقلیت های جنسیتی یا حقوق تنوع و برابری در تنوع جنسیتی نیست و اصلا اینا انحرافه و اصلا اون چرت و پرت های خیلی ناجوری که من واقعا خوندم در کامنت ها، و امیدوارم که اینها واقعا آدم های واقعی در جامعه نباشن، اینها سایبری باشن، اینها آزی باشن یا هر چیز دیگه ایشون. همیشه فکر میکنم به اینکه ممکنه اصلا این کسی رو کامنت های می نویسن صرفا اومدن که این چیزها رو بنویسن و شان از نظر مردمه، ولی خب همه خیلی زیادی بالاخره داریم میبینیم خارج از ایران که الان هستم، چه درم بودم، آدم های دوروبرمون رو و شبکه اجتماعی آدم هایی رو که میشنیم رو داریم میبینیم که هنوز تنوع به معنای واقعی
چه در گرایش های جنسی، چه در گرایی، چه در گرایش های اعتقادی. این تنوع خیلی فهمیده نشده، پذیرفته نشده. یعنی آزادی که میپرسی تعریفش چیه یا چطوری باید باشه، من فکر میکنم باید بر مبنای پذیرش تنوع باشه و اون چیزی که بازورد من هست توسعه، و میگم خود توسعه حالا چه اقتصادی چه اجتماعی چه در هر مبنای بر آزادی متکی است. اگر ما اون تنوع رو نپذیریم و اون آزادی رو ندیم به اون تنوعها، اون توسعه هم امکانی نیست. یعنی تمام برنامه های توسعه که در مثلا همین غرب هم کش اروپایی که انقدر توسعه یافته شدن دنبال میشه، بر مبنای تنوع هست، بر مبنای پذیرش تنوع هست، پذیرش اینکه آدم ها متنوعند و ما تا زمانی که نتونیم از این تنوع بهره مند بشیم، یعنی پذیرش تنوع یه جور ثروته، اینکه تو تمام انواع و اقسام آدم ها رو با تمام گرایش هایی که دارن، چه جنسیتی، چه سیاسی، چه اعتقادی و غیره، به پذیری و وارد پتانسیل های جامعه بکنی، با ظرفیت های جامعه بکنی، یه ثروته و این رو در واقع میم. و من فکر میکنم خیلی خوبه که زنیم، خیلی خوبه که تو الان وقت تو گذاشتی و حرفت و بخشی از حرفت و وقف این موضوع کردی که در واقع مردم دارن یاد میگیرن و باید یاد بگیرن. و من فکر میکنم این چیزیه که بله فکر میکنم باید بیشتر در موردش هر آموزش داده بشه و بیشتر یاد گرفته بشه در جامعه ایرانی که اصلا تنوع چیه، به چه دردی میخوره و آزاد بودن این در همه تنوعهایی که وجود داره، در بیان نظرشون، در بیان موجودیت و هویتشون چقدر مهمه توی پیشته جامعه، توی توسعه یک کشور. دقیقا همینطوره. اشاره کردی خودت به عنوان مثال کامنت هایی که زیر پست هایی که این روزا مثلا در مورد برنامه هایی که در مورد جامعه رنگین کمانی قرار صحبت بشه، در مورد اقلیت های جنسی و جنسیتی قرار صحبت بشه، رفلکسی که مردم دارن الان وقتش نیست، الان لازم نیست راجع به این چیزا صحبت بشه، الان مسئله جامعه چیزی که هست. ولی من فکر میکنم یک سوال کلی وجود داره که آیا این افراد بخشی از این جامعه هستن یا نیستن؟ آیا در آینده ایران، فرد ایران آزاد فردا، شما باز هم قرار یک قشری رو که حالا به اصطلاح در اقلیت هست رو دوباره حذف کنید و چطور میخواید در اون جامعه به دموکراسی برسید، چطور میخواید در اون جامعه به آزادی برسید؟ چون من همیشه معتقدم که اگر در یک جامعه حتی به یک فرد به دلیل تفاوتاش که میتونه بخشای مختلفی از هویت اون فرد رو تشکیل بده، ظلم میشه، سرکوب میشه، مورد تبعیض قرار میگیره و خشونت رو تجربه میکنه، شما هیچ وقت نمیتونید بگید که اون جامعه یک جامعه دموکراته، چون داره حقوق حتی یک نفر هم که بخشی از اون جامعه هست ضایع میشه در اون جامعه. پس ما نمیتونیم حرف از دموکراسی و آزادی بزنیم. متاسفانه ما این رو فقط توی فضای مجازی این روزها نمیبینیم. آتی جان، من خودمون وقتی که توی فضای ایرانیان خارج از کشور هم قرار میگیریم که تجمعاتشون دنیا رو به شگفتی واداشته، یعنی دنیا از حضور این همه ایرانی در خارج از کشور و اتحادشون تعجب کرده و همین باعث شده که الان خیلی از کشورها دارن این سیاست‌ها رو تغییر میدن نسبت به جمهوری اسلامی و دارن یه قوانینی رو وضع میکنن که تحت فشار قرار بدن جمهوری اسلامی رو برای اینکه سرکوب‌ها رو متوقف کنه. خیلی موقع میبینیم که حتی در این جوامع غربی هم فرهنگ ایرانی یا همون چیزی که این سالها به ما خورونده شده هنوز تأثیرات خودش رو میذاره. اینجا میبینین که تریبون به اندازه کافی مثلا به اقشار مختلف سیاسی شاید داده میشه، به اقشار مختلف مذهبی مثلا داده میشه، اما اگر یک فرد از جامعه LGBTQ+ بخواد بیاد صحبت کنه، همه اینجوری هن که خب حالا اصلا مسئله جامعه ما این نیست. اما این
حقش بخشی از این جامعه هست. من دوستم بر من مثالی میزد که چند هفته پیش که من داشتم صحبت میکردم در ونکوور، حالا خیلی واقعا برای من از جامعه ایران، حالا چند بارم تو برنامه هم گفتم، بسیار تعجب آور بود و خوشحال کننده بود که دیدم که انقدر مشتاق بودن و انقدر پذیرش داشتن. اما گفت که یک نفر پشت ما بود و برگشت گفت که الان این مشکل من نیست که این دارن راجبش حرف میزنن. و دوست من گفت که من برگشتم بهش گفتم ولی مشکل من هست، چون من اگر در ایران بودم میتونستن من رو اعدام کنن، این مشکل من هست. و همه ما برای آزادی قراره تلاش کنیم، نه اینکه ما آزاد باشیم برای اینکه مشکل فقط مشکل زنان حل بشه. نه، مردان هم در جامعه ما مشکلات زیادی دارند، هرچند که به اندازه زنان نیست. اما متاسفانه این نادیده گرفتن که دلایل مختلفی هم میتونه داشته باشه، در این برهه زمانی داره اتفاق میفته. با وجود اینکه فکر میکنم همه جای دنیا دیده میشه و تو هم در آلمان دیدی، در این اعتراضات و اعتصابات قشری که خیلی پررنگ عمل میکنن قشر رنگین کمانی هستن و اقلیت‌های جنسی و جنسیت که در تمام اعتراضات حضور دارن، چون در خارج از ایران میتونن آشکارا بیان، پرچم داشته باشن. تو ایران هم حتما هستن، ولی در کف خیابون شاید کسی ندونه که این فرد هویت جنسی یا جنسیتیش چیش هست. فکر میکنی برای اینکه ما این طرز تفکر رو عوض کنیم و برای اینکه مقابل این الان وقتش نیست ها بایستیم و آموزش بدیم به جامعه ما که آزادی چه تعریفی داره و پذیرش جامعه رو از همین الان بالا ببریم، چه باید بکنیم؟ با شناختی که تو در جامعه ایران داری چه باید بکنیم و مردم چه وظیفه‌ای دارن و ما چه وظیفه‌ای داریم؟ ببین، من اول یه نکته بگم در مورد این که گفتی اقلیت هستن، حالا من در جامعه خب هستن، یعنی از جهت آماری ممکن اقلیت باشه و این یه چیز طبیعیه. اما شما بخوای نگاه بکنی، مگر ما هر چیزی که اگر ما بخوایم هر چیزی رو که اقلیت از در واقع دستورالعمل خارج بکنیم، باید نخبه های علمی رو اول از همه بندازیم دور. نخبه ها رو باید به اول از همه بندازیم، چون تو میدونی مدار زنگولهی یک جامعه نرمال یک اقلیت خیلی کمی اون گوشه وایستادن که اونا نخبه های اون جامعه هستن، حالا چه علمی، چه فکری، چه استعدادی، هر آخر نوابق هستن. یه گوشه هم اون بغلش کسایی هستن که حالا خیلی ممکنه معلولیت هایی یا ناتوانی های خیلی داشته باشن، و خب اکثریت مردم که اون وسط افتن میشه جامعه نرمال. و اگر ما قرار باشه که هر جا به هر اقلیتی رسیدیم از دستور عمل، پس باید نخبه ها رو حذف بکنیم، نمیدونم هر جای دیگه هم که اساسا شما مثلا نگاه بکنی به جمعیتی که دکترا دارن، در آمار جهانی شد 2% مردم جهان دکترا دارن، یعنی تا بالاترین حد ممکنه تقریبا که اون مدرک هست مثلا. خب ما اینا رو بریزیم دور، چون یعنی به مطالبات اینا گوش نکنیم، چون اینا 2% جهان هستن، در حالی که تمام شاید بار پیشرفت جهان به 2% باشه که دارن چه میدونم آزمایشگاه ها واکسن میسازن، دارو میسازن، غذا رو تو صنعت غذا رو الاخر میدونی دیگه چی دارم میگم. این از این داستان که اول از همه ما باید بفهمونیم به مردم که یک جمعیتی اقلیت خیلی به واسطه اقلیت نداره، اتفاقیت ها اکثرا تأثیرگذارترین فلوئنسر ها اصلا اقلیتن، اقلیت‌های جهان جز اقلیت جمعیت جهان هستن و خب این باید فهمیده بشه. بعدش اینکه چه کار میشه کرد، من فکر می‌کنم خب اول از همه همین حرف که داریم میزنیم، گفتگو
بکنیم در موردش. این رو نمیبینم در اینکه قهر بکنم، در اینکه حس کنم من خودم چون جزء اقلیتم و همیشه، پس من اصلا برم اون گوشه بشینم و با آدم حرف بزنم. باید در موردش حرف زد، کما اینکه ممکنه خیلی سخت باشه، آدم هیتر چی میگن نفرینی ها مواجه میشه، با فشار روانی آدم ممکن مواجه بشه، ولی خب اگه میخوایم تغییرش بدیم، اول از همه اینه که در موردش حرف بزنیم که خب تو داری این کار میکنی، من خودم به سهم خودم هر جا که باشم این کار رو میکنم، در موردش حرف بزنیم. و بعد وارد سیستم آموزشی ما باید بشه. یک دلیل خیلی بزرگی که این قضیه فهمیده فقدانش سیستم آموزشی ماست، چه در زمان گذشته، زمان سلطنت و پادشاهی که بهش خیلی افتخار بعضی ها می کنن، چه در اون زمان چه امروز، این فقدان در سیستم آموزشه که در واقع تنوع ها رو اول بفهمیم یه تنوعی وجود داره و بعد بپذیریم و ارزش این تنوع رو بدونیم، که گفتم این ثروت، این سرمایه از تنوع بد نیست، ثروت و سرمایه. من و اینکه حتی تو میگی آدم هایی که از ایران خیلی نفهمیدن، به خاطر که واقعا این درسی چرا این در غرب انقدر خوب پذیرفته و فهمیده میشه، برای اینکه از بچه من 5 ساله در کتاب کودک، از همون 4-5 سالگی قشنگ کتاب هایی هست، و یا هست کتاب های جامعه تر، کتابی که در مورد مثلا اصلا روش نوشته این منم این توی ایوان کتاب. اینو من بارها تو صف اینجور کتاب معرفی کردم که اینا از آموزش های خیلی پای از مهد کودک شروع میشه، که به بچه ها فرق دارین شما همتون با هم و همتون خوبین، هر کسی هر جوری هست. حتی کتاب هایی هستش که خانواده های ساختارهای متفاوت خانواده رو آموزش میده به بچه 4-5 ساله، که یه خانواده هست ممکنه 2 تا مامان داشته باشن، یه خانواده هست ممکنه اصلا مامان نداشته باشه یا بابا نداشته. یعنی انقدر تو دنیای امروز ساختار خانواده تنوع داره و متفاوته، و این همش اوکیه، همش خانواده است. یه خانواده ممکن اصلا بچه نداشته باشه، مثلا یه سگ داشته باشه. اینا حالا مثال هاشه، و من این کتاب رو همیشه معرفی کردم توی پیجم، به خاطر اینکه این آموزش از خیلی خیلی کودکی باید شروع بشه، و اینکه اینجا انقدر خوب فهمیده شده به خاطر همون آموزش هست، وگرنه این عادت کشورهای غربی، آدمهای کشورهای توسعه یافته به معنای واقعی از مریخ که نیومدن، صرفا آمدن، و اتفاقا آموزششون هم از طرف فهم گروه اقلیت دانشگاهی و نخبگان سیاسی شروع شده، که در سیستم آموزشی این قرار داده شده و مردم یاد گرفتن و اومدن بالا. صدای تو فکر کنم به من خیلی با تأخیر میرسه، چون الان میبینم که یک دقیقه هست ثابت وایستادی، ولی من هنوزش هم گوش میدادم به حرفات، برای همین آره برای همین مونده بودم که حرفات تموم شه. میخوام بگم که خوشبختانه اینکه گفتی که ما نباید اون روی کرده قهری رو داشته باشیم، خوشبختانه جامعه رنگین کمانی ایرانی به دلیل همه تجربیات زیسته سخت و تلخی ممکنه اینطوری باشه، سخت و تلخی داشته. آتی جان من یک بار تو رو ریموف کنم از لایو و دوباره بیارم، صدات خیلی تغییر داره الان. به من اگه ریکوست بدی دوباره من میارمت بالا. به دلیل اینکه صدا خیلی تأخیر داشت، من ترجیح دادم آتی کاشف عزیز رو دوباره اد کنم به لایومون
تا بتونیم بهتر صحبت کنیم با هم. بله میدونم، به خاطر اینکه آتی همطور که گفت در محل کار هست فکر میکنم، و لطف کرد امروز وقتش رو به من داد که با ما باشه. برای همین یه مقدار فکر میکنم در فضایی که هست یا مشکل اینترنت داره یا مشکل صدا داره. امیدوارم الان که میاد بالا بهتر شده باشه صداش. من آتیه عزیز رو اکسپت کردم، امیدوارم جوین بشه به ما. اوکی من دوباره اکسپتش میکنم. آتی جان اگه صدای من رو میشنوی، یک مشکلی از سمت تو وجود داره که به ما جوین نمیشی، ولی من دوباره ریکوست تو رو اکسپت کردم. ممنون از شما که هستید با ما، گوش میدید و فکر میکنم آتی از لایف رفته بیرون تا دوباره به ما جوین بشه. اتفاقا داشت خیلی به نکته خوبی هم اشاره میکرد، اینکه من دوباره اکسپتت کردم آتی جان، امیدوارم این دفعه به ما جوین بشی. مثل اینکه نمیدونم از اینترنتت هست یا اینکه مشکل دیگه ای وجود داره. در هر صورت من داشتم به آتی عزیز اینو میگفتم که جامعه LGBTQ+ ایرانی رویکرد قهری به مسائل نداره، چون تجربه زیستش باعث شده که همه این سالها در برابر اون ناملایماتی که اومدی آتی جان، اوکی مرسی، در برابر داری صدا و تصویر من رو، در برابر همه ناملایماتی که وجود داشته و تجربه زیستش وادارش کرده که بایسته و تلاش کنه و بجنگه با همه اون ناملایمت ها، با حکومتی که سرکوبگر بوده و جرمنگاری می کرده عضوی از این جامعه بودن رو، با مردمی که فرهنگی که آموزش ندیده بوده، از خانواده، از مدرسه، از سنین پایین، دوران بزرگسالی، کوچه، خیابون، محل کار. و برای همینه که می بینیم خیلی سرسختن، خیلی سرسختن. و این روزها من دیدم صداشون بلندتر فریاد می زنن، چون تبعیض‌های مضاعفی رو تجربه کردن به دلیل هویت‌های مختلفی که داشتن. اما میدونم خیلی هم وقت نداریم و تو هم امروز با مشغله زیادی که داشتی وقتت رو به من دادی و لطف کردی، و میخوام یک سوال از تو بپرسم و این سوال رو تو برای ما از زاویه دید خودت و به عنوان کسی که در خارج از کشور زندگی میکنه. من خیلی موقع ها میگم که دیروز اتفاقا در استوریم نوشته بودم و تو این استوری رو شیر کرده بودی، من نوشته بودم که خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم برای اینکه جامعه ایرانی این دفعه بلند شده، داره حقوق خودش رو مطالبه میکنه و داره تلاش میکنه که به اون آزادی برسه و این انقلاب آزادی ایرانه. اما وقتی که نگاه میکنم به جایگاه قشر رنگم به عنوان یک زن ترنس که در ایران تا من تا 20 و
9 سالگی در ایران زندگی کردم. من در 26 سالگی در ایران جراحی کردم. خانواده سنتی و مذهبی داشتم و وقتی نگاه میکنم احساس میکنم در فردای آزاد ایران هم شاید من به شخص فردی نباشم که به ایران برگردم، چون احساس میکنم جای مناسبی برای زندگی برای من نیست. چرا؟ چون امروز میبینم که وقتی که جامعه داره تغییر میکنه، مردم اون جامعه این تغییرات رو سهمی درش برای من و امثال من قائل نیستن. به هر دلیلی آموزش ندیدن، فرهنگ مناسب نیست، جامعه مذهبی، هر دلیلی که داره. و آره، و این من رو هم ناراحت میکنه، البته که من در جامعه خودم اون جایگاهی رو که باید داشته باشم ندارم یا نخواهم داشت. اما همچنان تلاشم رو به اندازه توانم همیشه کردم و میکنم که مردم در اون جامعه به حقوق خودشون دست پیدا کنن و به آزادی برسن. میخوام به عنوان سوال آخر از تو بپرسم، با وجود همه اون چیزهایی که میبینیم این روزها، که شاید هم از سمت نیروهایی باشه که میخوان یک بخشی از جامعه رو سرکوب کنن، میخوان اختلاف بندازن، که میان میگن حالا وقت این نیست، حالا وقت اون نیست، حالا وقت اون نیست، شاید میخوان همه ما رو دلسرد کنن به شکلی، من نمیدونم. اما میخوام از تو بپرسم که به نظر تو حالا وقت چیه؟ امروز در این برهه تاریخی وقت چیه؟ این سال آخر من هستم. ببینم که این سوال آخر تو خیلی متصل به همون سوال اول، که هدف چیه، اصلا مردم سر چی باید هم بستگی داشته باشن. اینکه الان وقت چیه واقعا آزادی و توسعه ایران باشه، اگر مردم واقعا مفهوم توسعه یافتگی رو فهمیده باشن و آزادی رو به عنوان مسئله توسعه یافتگی باشن، همونه. و دقیقا الان وقت اینه که این مفاهیم فهمیده بشه و به کار برده بشه. من ناامیدم و فکر نمی کنم که همه مردمی که در واقع هستن این مفهوم توسعه، تنوع پذیری و تمام اقشار رو نفهمیده باشند. اما فکر می کنم که به هر حال وقت اینه که ما مرتب در مورد این مفهوم، به رغم تمام مقاومت ها و مخالفت هایی که وجود داره، من یکی حرفم رو میزنم و هیچ کسی نمیتونه به من بگه که الان وقت حرف زدن در مورد چی. همه ما با وجود تمام تنوعی که با هم دیگه داریم، اولویت هایی هم داریم. برای هر کسی مهمترین چیز یه چیز متفاوتی باشه و همه ما باید در مورد اینها حرف بزنیم. حالا یا اکثریت جامعه ایرانی گوش شنوا، یک بخشی از ایرانی حداقل یه گوش شنوایی برای شنیدن حرفهای متفاوت داره و اون کلید توسعه رو پیدا میکنه جلو میره،
یا نداره و مثل انقلاب قبلی دوباره شکست میخوره، رک بگم. یعنی من خودم شخصا میگی آزادی هنوز درست فهمیده نشده به اون شکلی که در ایرانه، دقیقا همه توسعه یافتگی هست که ما اصلا در چه یافتگی هستیم که بتونیم ایران این مفاهیم رو بفهمیم و بپذیریم. اگر که با بسته به حالا به واسطه جایی که داری توش زندگی میکنی، آموزشی که دیدی تقبیش تا امروز، واضحه یک سطح دیگه یا تو در سطح توسعه یافتگی کشوری هستی که داری توش زندگی میکنی و شغلی که داری و کاری که در توسعه فردی خودت در اون سطحه. نمیگم همه کسایی که در کشورهای توسعه یافته آدم های توسعه یافته یعنی اصلا رمین نیست، اما به طور کلی میخوام بگم که در یک سطح متفاوتی از توسعه یافتگی تو داری زندگی. خب مردم داخل ایران، اما این میتونه یک فرآیند خیلی سریع باشه، کما اینکه من آلمان برای من یک تاریخ خیلی جذابی بوده. آلمان تا همین 20 سال دیواری اون وسط داشت که پیش که یکم بیشتر، حالا دقیقا یادم نیست، ولی زمانی که آلمان شرقی و غربی با دیواری اون وسط جدا شده بود از هم دیگه و این مسائل خیلی عقب بود، اون دیوار فرو ریخت که یک توصیف خیلی سیاسی آلمان میشه که این در واقع آزادی و نه درست مثل همون دیوار برلینه که اگر فرو بریزه این میتونه خیلی سریع باشه بعد از اون. و نمیدونم، من تخصصی ندارم پیش ببینم، پیشگویی کنم یا پیش بینی بکنم مسئله رو که چقدر میتونه این قضیه در ایران سریع باشه، اما خلاصه کنم جوابم رو به حرفی که زدی آن در این وقت اینه که ما مفهوم آزادی و توسعه و هدفمون از توسعه یافتگی و رسیدن به آزادی رو تا جایی که میتونیم در موردش حرف بزنیم روشن کنیم این قضیه رو که بعداً دوباره دوچار شکستی مثل انقلاب 57 نشیم، سریعت مردم که ما نمیدیم چی شد و کی بود و کی برد و این داستان هایی که مکرر. آتی جان چون صدای تو تاخیر داشت، صدای من همچنان تاخیر آره، داشت. ما داشتیم تا حالا گوش میدیم. من تازه فکر من بهتر از اینترنت خونه است بخاطر همین دیتا نه اوکی، من تا حالا داشتم گوش میدادم به صحبت های تو، با این البته وقت زیادی هم نمونده، به نزدیک یک ساعت داریم میرسیم. حرفی، سخنی، چیزی، پیامی اگر داری میشنویم، وگرنه تو خداحافظی میکنیم. خیلی خیلی تشکر میکنم که این وقت رو به من دادی، اومدی مهمان من شدی، در این بحث با من شرکت کردی، از حضورت خیلی استفاده کردی. به خاطر ترافیک اینستاگرام باشه ممکنه هم حرفی چیزی هست اگه میشنویم، وگرنه خداحافظی. آره من خیلی واقعا تشکر میکنم از اینکه شما خودتون رو در معرض این فرزن منفی قرار میدید، دست نمیکشید آموزش مردم و از گفتگو با مردم، مردمی که خیلی نیاز به آموزش دارن، باشون صبوری کرد. من همیشه به خودم میگم باید با خیلی ها صبر کرد تا تفاوت ها و در واقع اختلافات رو فهمید پیش برد. اگر توسعه و آزادی یک کشور هستیم با آموزش ها تمرکز کنیم و ادامه. مرسی آتی عزیزم، روی ماهتو میبوسم، تو رو در آغوش میگیرم و تا برنامه بعد که حتما اگر فرصت شد با ما باشی حتی خداحافظی. مزد خداحافظ. ممنون از دکتر آتی کاشف عزیز که امروز رو با من بود. این تأخیر در صدا هم یکم زیاد شد، اما خب ما حرفاش رو با تأخیر داشتیم و شنیدیم. ازش تشکر میکنم که به من کمک کرد راجع به موضوعی که دغدغه من هست و دغدغه بخش بزرگی از جامعه هست صحبت بکنیم. من امروز دوستان رنگین کمانیم رو در داخل ایران میبینم که در اعتراضات شرکت میکنن، چه آسیب ها و خشونت هایی رو در کنار مردم دیگه در اون جامعه میبینن.
و چه دردهای بزرگی رو به واسطه هویت جنسی و جنسیتیشون در همه این سالها تجربه کردن و آزادی مثل دیگر اقشار جامعه آرزوی بزرگ اونها در زندگی است. حالا ماهی که گاهی اوقات میگم که شاید از من نوعی گذشته سالهاست از ایران خارج شدم، اومدم بیرون به خاطر اینکه فضایی برای آزادی برای من به عنوان یک زن ترنس وجود نداشت، دغدغه‌های اجتماعی، خانوادگی، سیاسی. ولی میبینم که همه دوستانی که حتی در کشورهای مختلف هستن، قشر بزرگ از جامعه رنگین کمانی در طی دهه های اخیر، مخصوصا در این 40 و اندی سالی که جمهوری اسلامی حاکمیت میکنه، از ایران خارج شدن، در کشورهای مختلف زندگی میکنن، اما این روزها هم صدا هستن با مردم ایران و فریادشون خیلی بلندتر هست به خاطر اینکه دردی که تجربه کردن دردی بوده که به استخوانشان رسیده و میدونند که این درد چقدر میتونه همه ابعاد زندگی آدم رو تحت شعاع قرار بده. من بارها گفتم به عنوان یک زن ترنس در جامعه ایران تمام دردهایی که زنانمون در اون جامعه تجربه میکنند رو تجربه کردم. حتی یک جاهایی بسیار هم مضاعف بوده و با شدت بیشتری، چون در از سوی زنان جامعه هم مورد پذیرش قرار نمی گرفتم. حجاب اجباری بعد از اینکه من تغییر دادم هویت قانونیم رو و منطبق کردم با هویت جنسیتیم به عنوان یک زن، بر من هم تحمیل شد. من هم سالها در اون کشور روسری بر سر گذاشتم، حجابی که پوششی که دلخواه من نبود رو مجبور بودم که رعایت کنم و این برای بسیاری از انسان‌هایی که هم احساس من هستن، عضوی از جامعه ایران کمانی هستن، هم اتفاق افتاده. مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، این همه اقشار اون جامعه رو در بر می‌گیره و به قول آتی ما نمیتونیم بخشایی از جامعه رو به خاطر تفاوتی که با اون اکثریت جامعه دارن و بهشون لقب اقلیت داده میشه حذف کنیم، چون اگر ما بخوایم اقلیت‌های مختلف رو حذف کنیم، بخش بزرگی از اون جامعه حذف میشه و اینها سرمایه های اون جامعه هستن و اینها استعدادهای اون جامعه هستن. اون جامعه هرگز به رشد و تکامل نمیرسه مگر اینکه از تمام پتانسیلی که در فرد فرده که اعضای اون جامعه هستن استفاده کنه. مرسی از شما که این یک ساعت با من بودید. این برنامه دوشنبه ها ساعت 8 شب به وقت ایران پخش میشه و سعی میکنیم که در هر هفته موضوع متفاوتی و مهمان متفاوتی داشته باشیم و راجع به صحبت کنیم. این چند هفته اخیر موضوع جامعه رنگین کمانی هم پیوند خورده با اعتراضات سراسری و انقلابی که در جریان هست در ایران، برای همین ما بیشتر راجع به این موضوعات صحبت میکنیم. اما نظر، انتقاد، پیشنهاد و موضوع قابل بحث یا مهمانی رو دوست دارید که پیشنهاد بدید برای شرکت در این برنامه، یا خودتون آماده گفتگو اگر هستید، میتونید با من مطرح کنید. صفحه من شخصی من در اینستاگرام شایا گل دوست هست و ایمیل من shaya@iranwire.com هست. خوشحال میشم در ارتباط باشیم، موضوعات و دغدغه ها و نظرات شما رو بدونم و تا دوشنبه دیگه که دوباره با هم باشیم، وقت همگیتون بخیر، مقاوم باشید، شجاع مثل همیشه و به امید آزاد.